ششمقام موسیقی سنتی مردمی آسیای مرکزی محسوب می‌یابد. ترانه این ژانر صنعت موسیقی فراگیر عشق و عرفان است. سازهای به کار رفته در این موسیقی عبارتند از رباب، بربط، دایره و تنبور. سلام تماشابینان عزیز و مخلصان و هواداران برنامه فرهنگی و فراغتی شبوهان. مهمان کشونه های شما عزیزان گشته ایستاده‌ایم همراه یک تن ششمقام سرا نزاکت نعمت‌الله. و ما نزاکت نعمت‌الله را به برنامه شبوهان خوش آمدید میگویم. شکر زیاد که ما رو در این برنامه اتون تقدیر نموده. من از این خرسند هستم. تشکر زیاد. نزاکت جان نگفته نماند که در ادامه برنامه ما با شما سوال های رو میدهیم که از جانب بیننده ما و برنامه شبوهان ارسال نمودن. و این لحظه سوال نخستین ما این است که طول چند سال است که در انسامبل ششمقام شهر باختر فعالیت نموده ایستاده‌اید؟ راستی خطا نکنم طول 4 سال است در انسامبل ششمقام در شهر باختر کار و فعالیت دارم. بهترین با فکر شما در ساحه صنعت و موسیقی از همه چیز مشکل چی است که باعث خستگی هنرمند میگردد؟ انتخاب موادی که به طلبات زمان جوابگو باشد با فکر من که همه خسته کننده است. مسلم است که انسان به استاد، به راهنمایی نفری نمیتواند که به قله‌های بلندی مراد رسد. و کی شما رو در این جدا کمک رسان است؟ استادی من در ژانر ششمقام استاد حیدبای هستم، یوسفوف، که با باز غیر از این استراده هم هست، عبدالعلیم شا، که آنها با من دستگیری میکنند. بیشتر با شما کدام ژانر پسند است؟ ژانر استرادوی یا اینکه ششمقام؟ بیشتر استراده مخول بود. بعد از که من ششمقام اومدم، ششمقام رو گوش کردم، با من پسند اومد. یعنی شما در اول ژانر استراده رو انتخاب کرده بودید، بعدن یک و یک گروه پرداختید با ژانر ششمقام. ششمقام رو من صبوحات نجبیدین و رو گوش کردم، با من باز بیشتر پسند اومد. آهنگ های سرود های شما رو خودتون انتخاب میکنید یا اینکه کسی به شما کمک میرسوند؟ و عموما آهنگ های انتخاب شده مقبول دل شما است یا اینکه نه؟ بله هست که وقتی هست که به من پسند میآید، وقتی که من نتوانم با آهنگ سازم خیلی میگم که اینجاش خطا اونجاش خطا، من دستگیری میکنم آهنگ سازم. عموما کی آهنگ های شما رو انتخاب میکنه؟ در ژانر استراده عبدالحلیم، در ژانر ششمقام باشد یوسفوف حیدبای استاد ششمقام. سال 2003 با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و ازبکستان ششمقام همچون شاهکاری غیرمادی با فهرست شاه اثرهای سازمان بین المللی یونسکو وارد کرده شد و این اقدام باعث افتخار هر یکی ماست. نظر شما رو میخواستیم در این مورد پرسیم. باعث افتخار است که صنعت ما رو در تمام جهان اعتراف میکنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم که مهمان برنامه شبوهان هستند نزاکت نعمت‌الله و این لحظه باشد یک سرود رو در اجرای این بانوی هنر میشنویم. مرحمت. تاجیکستانم دیار وحدت است، سبز و خورم از بهار وحدت است. تاجیکستانم دیار وحدت است، سبز و خورم از بهار وحدت است. غنچه امیدیم و گل میکند، آغوش سبزش کنار جنت است. تاجیکستان جشن تو فرخنده باد، وحدت سازندت پاینده باد. تاجیکستان جشن تو فرخنده باد، وعدت سازندت پاینده باد. تشکر زیاد. ما اصلا میخوانیم با نزاکت جان که اینقدر آوازی فرم دارند.
بیشتر در کدام جشنواره ها ششمقام می سراید؟ چی در سطح جمهوریوی باشد، چی در سطح ولایتی باشد. یعنی شما یعنی بیشتر؟ بله، در اونجا می بهترین چرا امروز توجه مردم نسبت این ژانر کم گشته است؟ شما چی عقیده دارید؟ بیشتر این ژانر ششمقام رو کوان سالون گوش میکنن و حاضر جوانان ما حاضر ذوق و حواسشون به همین استراده داده شده است. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من رو محض به خاطر احیا و از بین نرفتن فرهنگ و تمدن ملت تاجیک راه اندازی نمود و این آزمون به نفران خوش سلیقه امکان فراهم آورد تا هنر و مهارت ششمقام سرایی داشتن خود را بسنجند. البته کم نیستند جوانانی که ششمقام می سرایند و این ژانر را دوست می دارند. تا به امروز چند شاگردان را در این جاده تیار نموده؟ حالا خودم شاگرد هستم؟ نه، حالا از اون تا تیار کردم. تماشابینان عزیز، چگونه ای که شما میدانید ما در جریان برنامه با مهمان برنامه شباهنگ سوال های مخلصان برنامه شباهنگ رو پیشنهاد میگردنیم و این حال در اینجا نفر سوال کرده است با نام مصطفی سعید شریفوف سکین ناحیه کوشانیان جماعت دهات مهنت آباد، باری هم شده است که از این ژانر دلگیر شده باشید؟ نه. باری هم نشده است؟ نه، نشده است. ما تشکر میگویم به مخلصان برنامه شباهنگ که سوال های خود را به ما روان کردند. دوستان عزیز، یادآور میشویم که مهمان برنامه شباهنگ هستند نزاکت نعمت الله. و این لحظه باشد دوستان عزیز، چگونه که شما میدونید ما در جریان برنامه با مهمان برنامه شباهنگ بخش یک لفافه را پیشنهاد میسازیم و عین حال این بخش نیست آماده است که با نزاکت بانو پیشنهاد گردد. در درون این لفافه دو سوال هست، یکیش حقیقت است و دیگرش جرأت. و باید پیش از اون بگویم که حقیقت رو انتخاب میکنید یا اینکه جرأت رو؟ جرأت رو. در درون این لفافه سرودی سراینده پنهان کرده شده است و باید شما دانید که سرود از اون کدام سراینده است و با آهنگ خود زمزمه کرده پیشنهادی تماشابینان گردانید. با شما یک دقیقه وقت داده می شود. در مدت یک دقیقه شما باید فکرهای خود رو جمع نمایید و بعدا با صدای خود زمزمه نموده پیشنهاد تماشابینان گردانید. من میتوانم که این سرود رو با آهنگ همون سراینده زمزمه کنم. سرود از هنی کدام سراینده است؟ نگینه همون خلاب. پس من همان ما شما رو بشمه کنیم. مادر فرشته بود و فقط بالو پر نداشت، شاید که داشت بالو پر اما خبر نداشت، یاداشت آگهی زیپر و بال خشنه، میل جدا شده زیمن و از پدر نداشت. تشکر زیاد میگویم با نزاکت نعمت الله که اینقدر صدای فورم دارد، صدای دلنشین دارد. واقعا هم بانوی مهربان است، نه تنها در جاده سنت، اینچنین در زندگی و در کار و فعالیت نیست، همین گونه یک شخص مهربان و خاکسار است. از شناسایی با مهمان برنامه شباهنگ فکر میکنم که نه تنها من، اینچنین بیننده زکی تلویزیون خطلان نیست یک جهان تأثیرات برداشتند. تماشابینان عزیز، و در آخر باشد نقشه ها و نیت های نیک نزاکت بانو رو با هم میشنویم و در آخر یک سرودیشون رو با هم گوش مینمایم و بعدا با شما خداحافظی مینمایم. مرحمت. در آینده نقشه ها دارم که کسب خودم را ادامه دیم و به قلوهای بلند در نصیبم باشد برسم. بهترین احسن میخونیم. مرحمت. پس در آخر یک سرود شما رو همراهی تماشابینان برنامه شباهن میشنویم. مرا از پشت دراندی علم دارم، علم دارم، ز عشقم بی خبر ماندی علم دارم، علم دارم، بکردی ترک آغوشم ز دوری های دوری دور،
بسویم دست افشاندی علم دارم علم دارم. دوستان عزیز، یادآور میشویم که هم صحبتی ما بودن ششمقام سرا نزاکتی نعمت الله و در همین جا باشد برنامه شباهنگ به انجام میرسد. به هر یکی شما تنصیحتی و خانوادگی و بهترین شادی های روزگار را تمنا داره. ما را ترک نسازید زیرا در برنامه های دیگری شباهنگ شما میتوانید که قهرمان های بهترین را تماشا نمایید. تا برنامه دیگر، خیر.